استماع در کمیته خارجی کنگره آمریکا. هیل، نشریه کنگره، 5 فوریه 2014. مالکی شریک جرم قتل‌هایی است که رخ دادند. نماینده کنگره دینا روهراباکر، جمهوری‌خواه از کالیفرنیا، رئیس زیرکمیته تهدیدات رشدیابنده در کمیته خارجی، مانند بسیاری از قانونگذاران، دولت مالکی را متهم کرد که درگیر حملات علیه مخالفان ایرانی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است. او گفت مالکی شریک جرم قتل‌هایی است که رخ دادند. نماینده تدپو، جمهوری‌خواه از تگزاس، رئیس زیرکمیته ضد تروریسم به این انتقاد پیوست. او نیروهای عراقی را به خاطر آنکه اقدام کافی برای جلوگیری از حملات علیه قرارگاه‌های پناهندگی مجاهدین که منجر به مرگ ده‌ها تن شده اند به عمل نیاورده‌اند مورد انتقاد قرار داد. او گفت من شخصا معتقدم که دولت مالکی هم دست رژیم ایران است و اجازه داده است حملات علیه کمپ لیبرتی صورت گیرند. مقام جلودار در امور عراق در دولت اوباما تلاش کرد که از نخست وزیر عراق در برابر قانونگذارانی که اطمینان داشتند نوری مالکی یک دیکتاتور آدمکش است دفاع کند. بسیاری از قانونگذاران مالکی را مسئول رشد حملاتی که منجر به قتل نزدیک به 9000 نفر در سال 2013 شده است می‌دانند. گروه مطبوعاتی مکلاچی، 7 فوریه 2014. موضوع مجاهدین خلق، بخش اصلی استماع کمیته روابط خارجی کنگره را به خود اختصاص داد. موضوع مجاهدین خلق، بخش اصلی استماع روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی مجلس را به خود اختصاص داد. آنها در عراق تحت حاکمیت نوری مالکی که روابط دوستانه‌ای با رژیم ایران دارد آسیب پذیر هستند. حامیان آمریکایی این گروه از جمله رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک، تام ریچ، وزیر سابق امنیت داخلی و نیوت گینگریچ، سخنگوی سابق مجلس نمایندگان میگویند آمریکا به تعهد خود در حفاظت از این گروه که بعد از حمله سال 2013 به رهبری آمریکا خلع سلاح شدند پایبند نبوده است. 8 عضو کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، 6 جمهوری‌خواه و 2 دموکرات دولت آمریکا را به خاطر شکست در انجام کار بیشتر برای حفاظت از آنان در کمپ لیبرتی به باد انتقاد گرفتند. قوی‌ترین این انتقادات از جانب دینا روهراباکر، جمهوری‌خواه از کالیفرنیا بود که مالکی را یک قاتل نامید. یک جمهوری‌خواه دیگر، ایلیانا روزلهتینن از فلوریدا، از اینکه ساکنان هنوز از حفاظت خیلی کمی برخوردارند اظهار ناراحتی کرد و خواهان اقدامات بیشتر برای نجات جان افراد در آنجا شد. جانشین معاون وزیر خارجه که طی سفری به بغداد در این ماه از کمپ لیبرتی دیدار کرد درباره گفتگوهایش با اعضای مجاهدین خلق در این کمپ گفت من به آنها گفتم که قول می‌دهم هر کاری که بتوانم را انجام دهم. اعضای مجاهدین خلق و حامیان آنها میگویند که این گروه تحت تهدید حملات به سر میبرند و آسیب پذیری آنها با برداشتن صدها تیبال توسط نیروهای عراقی که آنها را در مقابل بمبگذاری حفاظت میکردند تشدید شده است. عمده تلفات مجاهدین خلق در یک واقعه در اول سپتامبر صورت گرفته است، زمانی که 52 تن از آنها در یک حمله کشته و 7 نفر از آنها نیز روبوده شدند. ساکنان لیبرتی میگویند که آنها توسط نیروهای عراقی مورد حمله قرار گرفتند. بازرسان سازمان ملل شواهدی را در کمپ اشرف بعد از کشتار اول سپتامبر کشف کردند که تایید کننده توضیحات مجاهدین خلق از این واقعه است.